الو سلام. سلام علیکم آقای ایران بومی، سوربی هستم از تلویزیون مردم. دوستان بیننده و شنونده هم با ما هستم. درود بر شما. شما رو بله. غافلگیرمون کردین. غافلگیر بهتره. اتفاقا بعضی از دوستان که میگن قبلش با من صحبت کن، میگم نه، من دوست دارم شما رو غافلگیر کنم و به قول اینجا یا ایمپرووایز، به قول خودمون فل بداهه با هم صحبت کنیم. من عکس شما رو که روی اسکایپتون هست به دستگاه میدم و به دوستان گفتم که شما در آلمان هستید، آگهی شما هم هر روز داره اینجا پخش میشه، خیلی نوشته هاتون قشنگه، به اصطلاح مردم رو تشویق میکنین که از قانون نترسن، از دادگاه ها نترسن و ممنونم از شما. من دو سه تا سوال برام رسیده بود برای شما فرستادم. یکی این که دوستان میپرسن این ماجرای شاهرودی چگونه بود، اینجوری مردم یه دفعه احساساتی شدن و اینها، اگه میتونید، اگه دوست دارید صحبت کنید. یکی دیگه هم این ماجرای دولت آلمان الان بعد از اینکه خانم مرکل یه مقداری به اصطلاح کم رأی آورد، الان این دولت چیه؟ دولتی هست؟ نیست؟ منتظر خدمتن؟ چیه؟ من ساکت میشم، شما در هر موردی که خواستید صحبت کنید. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستیم. من در حین صحبت های ایشون صفحه فیسبوک ایشون رو هم به شما نشون میدم. آقای ایران بومی بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مرد. وقت شما و دوستان و بینندگان عزیز بخیر. با توجه به سوالی که شما فرمودین، من سعی می‌کنم خیلی کوتاه مختصر جواب بدم. شخص که اسمش آوردین که گویا در آلمان دنبالش پلیس آلمان می بوده، که من همش باید شرطی حرف بزنم چون خود من این مدرک رو ندارم و چون نمیدونم که آیا واقعا چنین چیزی هست یا نیست و روی اطلاعات رادیو تلویزیون اونم محدود میتونم یک جوابی بدم. اسم ایشونو بذاریم کنار، اصلا کیسو کلا من میخوام مطرح بکنم. اگه شخصی از خارج وارد کشور آلمان شده باشه، به هر علتی اگه ایشون کار خلافی کرده باشه، باید طرح شکایت مناسب شده باشه، که من اولین شکی که دارم در این پرونده شکایت درست انجام داده شده باشه، که من فکر کنم دعوی کسی که رفته بوده و شکایت کرده بوده، تا اونجایی که ما شنیدیم افراد سیاستمدار بودن و آیا از وکلای حرفه‌ای به کار بردن، من اینو شک دارم که آشنایی با جنایت علیه بشریت رو داشته باشن، چون قوانینی که باید اینجا به کار برده میشد قوانین مربوط به جنایت علیه بشریته که خودش یه قوانین مخصوصی هست که باید اون وکیل آشنایی با اون سیستم داشته باشه. یک. دو، شخصی که از کشور خارج به داخل میادش اگه ایمونیته داشته باشه، نمیشه پلیس اینو همینجوری بگیره. ایمونیته یعنی چی؟ یعنی محوزیت سیاسی. بله، به احتمال زیاد، اونم بازم من نمیتونم الان بگم ولی حد میتونم بزنم، اگه شخصی به هر علتی وزارت خونه‌ای داشته و مصدر قدرت بوده، حتما یا به طور خصوصی وارد آلمان شده یا به طور عمومی، یعنی از طریق کاریش براش موقعیتی گذاشتن که بیاد. حالا در اینجا ما نمیدونیم که آیا علاوه دیپلماتیک ایشون ویزا بهش داده بودن یا علاوه مریضی. ممکنه یکی هم به علت مریضی میاد، ولی با این وجود چون دیپلماته به عنوان مریض اومده، ما خودمون در آلمان افراد زیادی داشتیم که شیمیایی شده بودن ولی چون فعالیت برای دولت داشتن، برای درمان دولت مربوطه به آلمان میومدن، ولی پاسپورتشون مال امارات متحده بود، مال کویت بود، مال کشورهای مختلف بود. پس یعنی اگر هم این داد و بیداد تا حدی درست شده باشه، باید معلوم میشدش که آیا صلاحیت به سازمان ملل، چون محدودیت میکنه گرفتن افرادی که دیپلماتیک هستن و نمیذاره همینجوری بتونه دولت مثلا آلمان اینا رو بگیره. سوم از همه مسئله که من دارم تو این ماجرا، بحث دولت نیستش، بحث قضایی هستش، که دولت وقتی که میگیم مثلا یک نماینده مجلس رفته شکایت کرده، این نماینده مجلس خب باید طبق قوانین شکایت بکنه، یعنی باید متن بازداشت موقت که باید صادر می شده روی حساب قانونی نوشته بشه و این نیستش که من نماینده سیاسی هستم یا وزیر یک کشوری هستم میتونم بیام تو آلمان و بگم این قوانین رو بذارین کنار و برای یک شخصی، حالا هر کی میخواد باشه، به هر علتی هم باشه، بلافاصله یک طرح بازداشت موقت باشه. این بازداشت موقت شرایطش به احتمال زیاد در اینجا درست
ثابت نشده. این مسئله‌ای که ما داریم در قانون جنایت علیه بشریت دو تا مسئله هستش که باید ثابت بشه. یکی کشتار عمومی هستش و یا سیستماتیک وقتی که جنایت علیه بشریت بشه، یعنی اون دادسرا که بخواد رسیدگی بکنه باید ادعا نامه رو جوری داشته باشه که بتونه احراز جرم و اون اتفاقی که افتاده رو در عرض کوتاه مدت انجام بده. و شک دارم من که در اون برنامه‌ای که در رادیو تلویزیون من شنیدم این مدارک به طور کافی به دست دادستان کشور رسیده باشه، چون اینجوری که معلومه افرادی که این برنامه رو آماده کرده بودن اینقدر از لحاظ حقوقی نامناسب برخورد کرده بودن که خودشون علت فرار رو درست کردن و کمتر میشه گفتش که دادسرا و دادستان آلمان اشتباه میشه گردنشون انداخت، چون که نوع پرونده میتونست بسیار بسیار قشنگ جوری درست شده باشه که بازداشت موقت رو در مدت کوتاه اگه چنین که رادیو تلویزیون میگن بوده باشه میشد این بازداشت موقت رو هماهنگش کرد. گوشیو میدم به شما، سوالی داری بفرمایید. بسیار ممنونم. اولا من این ویدیوهای شما رو باید برای دوستان دیگه ارسال کنم که اونا طرز مصاحبه و گفت و شنود رو یاد بگیرن. دوستان ببینید چقدر قشنگ ایشون چون از قانون خبر داره، اولا همه چیز رو شرطی عنوان کردن، بعد یه جوری هم به من و شما فهموندن که وقتی ما از قانون بیخبریم و یه کارایی رو انجام میدیم حتی از طریق قانونی اگر میریم ممکنه برای اون کسی که میخوایم به اصطلاح به سزای اعمالش برسونیم یک راه فرار رو باقی بذاریم. ضمناً شما اینجا دو بار اشاره کردید به بازداشت موقت. بازداشت موقت در آلمان چقدره؟ چون مثلا اینجا 24 ساعته، باید تو 24 ساعت تکلیف طرف معلوم بشه. حالا بازداشت های طولانی تر هم هست یا نیست؟ و بعدم یه مقداری درباره دولت آلمان صحبت کنید که الان به چه صورتی هست، چون دیدم حتی عکس خانم مرکل رو با چتر گذاشته بودن برای روز بارونی، بعد نوشته بودن که اون آقا با چتر ایشون فرار کرد. من فکر نمی کنم اصلا به اونجاها رسیده باشه، ولی شور هیجانات ما معمولا شور حسینی هست و بعضی وقتا بیشتر به خودمون صدمه میزنیم تا کمک کنیم. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. ببینید این سوالی که شما فهمیدین میشه به سه قسمت تقسیمش کرد، من حالا نمیخوام کارو پیچیده بکنم برای شنوندگان شما، ولی اگه بخوایم خانم مرکل اول از همه در حال حاضر خودش کمیسار، یعنی که به طور رسمی الان نمیشه گفتش که ایشون رهبر رسمی کشوره، چون با انتخاباتی که شد حزب ایشون اینقدر کم رأی آوردش که در واقع باید خودشون به طور عقلانی میگفتن که من دیگه نمیخوام ادامه بدم، ولی همونجور هم چون حزبای دیگر که حزب بزرگ آلمان هم اونم رأی کم آوردش، اینها الان با همدیگه دارن ائتلاف میکنن، یعنی ما الان در آلمان سیستم ائتلاف بازندگان رو داریم نه برندگان. این خودش یک توهین به جامعه دموکراسی هستش که وقتی مردم میگن ما شما رو نمیخوایم و این همه باختن، با این وجود به خودشون اجازه بدن که بیان رهبریت یک کشور رو دستشون بخوان بگیرن. دو، ما در حال حاضر دولتی که داریم، دولتی که الان حکومت میکنه با توجه به قرار قانون اساسی میتونه کار کنه و داره کارم میکنه، ولی این اولین بار در تاریخ آلمانی که این مدت زیاد این قطار سری و سر که داره حرکت میکنه، رانندهی که داره نشسته لوکوموتیو حرکت میده در واقع راننده اصلی نیستش، و این خودش یکم بزرگترین مسئله هستش، چون هر تصمیمی که اینا بگیرن میتونه به راحتی در آینده نزدیک دوباره عوض بشه، و چون دولت باید تضمین بده برای تصمیماش و اینا نمیتونن اون جوری که باید و شاید انجام بدن، خودش این یک بحث علاوه دموکراسی هستش. چرا الان خانم مرکل نمیادش عقب نشینی میکنه و چرا انتخابات جدید نمیشه؟ و از لحاظ سوم اینکه شما بخواید یه چتر رو دست یک رئیس جمهور بدین و اگه قرار باشه رئیس جمهور بخواد بیادش قسمت سوم حکومت، یعنی قسمت قضایی رو تحت تاثیر قرار بده، که ما دیگه سیستم مردم سالاری نداریم. پس دولت میتونه کار خودشو بکنه، مجلس کار خودشو کنه، ولی قسمت قضایی وظیفه‌اش کنترل بقیه ارگان ها و مردمه،
و ما در اینجا چون حقوقمون، حقوق سیستم قضاییمون کاملا آزاد کار میکنه، به احتمال زیاد کمتر میتونن احزاب سیاسی فشار وارد کنن. و خوشبختانه من اینو میتونم با تجربه کاری بگم، تسمای سیاسی خیلی کمتر توی دادگاه ها به چشم میخوره. بفهم. بسیار ممنونم از شما. میدونم که شما به اصطلاح اونجا خیلی فعال هستید، کلاس هایی رو هم برای دوستان میذارید، چه افغانی ها چه دوستان فارسی زبان و حتی آلمانی ها. برنامه جدیدی دارید که به اصطلاح از این سمینارهایی باشه که کمک میکنید و عمومی صحبت میکنید؟ و باز خیلی ممنونم شما بدون اینکه اسم از کسی ببرید این پرونده ها رو به صورت عمومی توضیح میدید، تا اگر کسی دید اه شرایط منم اینجوری هست پس میتونم از کمک‌های آقای شهرام ایران بومی استفاده کنم. ضمناً اگر کسی هم پول نداشته باشه توی آمریکا براش وکیل تسخیری میگیرن، ولی حقیقتاً این وکیلای تسخیری چون پولی نمیگیرن کمک آنچنانی نمیکنن، یعنی حقیقت بعضی وقتا به زور دارن کار میکنن. سیستم آلمان برای اون کسی که پول نداشته باشه چیه؟ شما خیلی هم باز قشنگ این سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه رو توضیح دادید. بعضی وقتا دوستان ما قاطی میکنن، حتی اینجا یقه روحانی یا احمدی نژاد رو گرفته بودن که چرا فلانی تو زندانه، بعد اونا هم میخندیدن و میگفتن آقا ما قوه اجراییه هستیم، اون دست قوه قضاییه است. یعنی یه جوری به طرف میگفتن تویی که از قوه مقننه، قضاییه، اجرایی خبر نداری بهتره که سوال نکنی. من ساکت میشم، شما لطف کنید یه مقداری در این موارد صحبت کنید. برنامه آینده دارید یا نه؟ اگر دارید کجاست کیه؟ ولاد اینجور که میگم من تو بارون هستم توی وسط شهر. شما رو خلاصه بگم، بله دو تا پس فردا در شهر ویسبادن هستش در رابطه با روابط ایران و آمریکا یه سخنرانی من دارم، برای جمع ایرانی ها نیستش، برای جمع آلمانی ها هستش، آلمانی هایی که در آلمان علاقه دارن در رابطه با مسائل خارجه بدونن. و در اونجا سخنرانی من در رابطه با تأثیر فرهنگ و بازتاب قوانین ایران در روابط اجتماعی در آمریکا هستش، یعنی که چگونه مثلا در سیستم قانون اساسی آمریکا تونستش افکار آرمان ایرانی تاثیرگذار باشه. این پس فردا هستش. و برای ماه مارس چند مدت دیگه در رابطه با تفاوت زن و مرد و مسئله خشونت زنان و عواطف و احساسات برنامه دارم که چگونه علاوه روانشناس اجتماعی ما عواطف و احساسات که پایه روابط زناشویی هست و باید در دادگاه ها بشناسیم. روابط احساسی، روابط عاطفی باید درک بشه. اگر برای درکشون پسر یا دختر بچگی بهتر بتونه بشناسه، شاید در بزرگسالی بهتر ما بتونیم حل مشکلات و راج پیدا کنیم. و چون ما در دادگاه خیلی مسئله خشونت رو باش برخورد میکنیم، سعی میخوام بکنم که در رابطه با احساسات قوی، گریه خیس و گریه سرد میشن توضیح بدم. گریه خیس منظورم یه مثال میارم برای خانوما، گریه خوش منظورم گریه آقایونی که چجوری اینا به یک حالت میرسه که بعدن شایستگی رفتار انسانی از همدیگر رو از هم میگیرن و ارزش برای هم قائل نمیشن. موقعی که قبل از اینکه با هم ازدواج کنن دست همون میگرفتن، 10 دقیقه میشینن بدون حرف زدن نگاه هم میکنن، ولی با لطافت و با انسانیت کنار همن. 2 روز بعد که ازدواج میکنن کنار هم دیگه، یعنی 20 سانتی‌متر هم دیگه میشینن، این داد سر اون میکشه و این نیکی سر اون میکشه و همدیگه رو نمیفهمن. این سخنرانی که در باره روز زن هستش بیشتر میخواد به مسئله نیم کره راست و چپ مغز هم بیادش روش کار بکنه، که امیدوارم سخنرانی جالبی بشه. بسیار ممنونم از شما. ویسبادن یکی از شهرهای مورد علاقه من، اتفاقا 2 سال پیش که اومدم اینجا رفتم باز و اون آدمک های سبزی که نمایانگر حزب بود تو خیابون بود، حالا نمیدونم به جاش چی میذارن. امیدوارم که برنامه پس فردا مثل همیشه با موفقیت انجام بشه. امیدوارم برنامه مارچتون ما هم بتونیم بیایم اونجا. در اصل ممنونم از اینکه مهمان ما بودید. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه تشکر میکنم و خداحافظی، و به امید اینکه باز هم با ما باشید و بیشتر با ما باشید. درود بر شما و بینندگان شما دوباره باید بگم، و در هر جای دنیا هر کدوم ما که بخوایم میتونیم تأثیرگذار باشیم نسبت به خواستمون
به تواناییمون در جامعه، این که ما سکوت بخوایم کنیم و بخوایم بذاریم که سیاستمداران و دیگران برای ما تصمیم بگیرن، فکر کنم اشتباه باشه. هر کدوم ما در هر جایی میتونیم واقعا مسئولیت قبول کنیم و بتونیم تاثیرگذار بشیم. اگه من نوعی در این آلمان با دانایی محدودم برابر صاحب نظران بزرگی که در اینجا هستن سعی میکنم که احزان آلمانی رو روشن بکنم در رابطه با روابط مردم ایران و آمریکا، که خشونت برای چی نباید باشه و برای چی باید دولت مردان آمریکا از این نوع رفتار نامناسبشون جلوگیری بکنن، این نه فقط برای شما و من و میشه گفت دوستان ماست، بلکه برای تمام ما ایرانی هست. و امیدوار هستم که هر کدوم ما در هر جای دنیا هستیم اینو جدی بگیرن که هر کدوم ما باید در هر روز دفاع از حق و حقانیت بکنیم. براتون روز خوبی آرزو دارم. بسیار ممنونم، مرسی که با ما بودید. دانکه، روز شما بخیر. شب شما بخیر. خدا نگهدار. شب روزتون خوش. دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایرانبومی بودیم. فیسبوک ایشون رو نشون دادم. خیلی ممنون، بنده خدا تو بارون آمد و وایساد صحبت